به چه دلیل این برنامه ها رو بنگاه لجن پراکنده بی بی سی بیش از 100 سال کمر قتل ایران و ایرانی و دشمنی با ایران ایرانی ها رو بسته؟ به چه دلیلی شما دنبال تجزیه ایرانی؟ خب معلومه، به گفته جناب سیاوش عزیز، انگلیس ها در جنگ جهانی دوم به دلیل درگیری های جنگی که هیتلر روزی 1000 تن بمب داشت میریخت رو لندن، وقت نداشتن ایران رو تیکه پاره کنن. از اون فرصت طلایی یک مرد نامی، یک پیامبری از توی دل تاریکی ها اومد، به اون میگفتن پیامبر، نه اون یارو راهزنه بچه بازی که در سن 9 سالگی گیر داد به زن 40 ساله، در سن 40 سالگی رفت دختر 6 ساله رو به عقد خودش در آورد، 9 سالگی باش رفت سان فرانسیسکو، از 6 سالگی تا 9 سالگی دختر رو دستمالی میکرد، اما یارو راهزنه کی میرمد که؟ خب رضا شاهی از دل تاریکی بیاد بیرون، یه ایران رو از فرصت جنگ جهانی چیز بکنه که خرط و خر بود اروپا، بیاد یه مملکت رو از سقوط و تجزیه نجات بده، آخر سر که دیگه اوضای متفقین و متحدین و تو ماچ بکن ماچ بکن داشت درست میشد، به بهانه اینکه دیدن دیگه بابا داره مملکت داره میبره به سمتی که آها یه تقه دیگه یه تیکه دیگه مونده که تو ببره تو گل، ملت ایران دیگه بفهمه استعمار چه بلای سرشون آورده. اون موقع جمعیت ایران 7 8 میلیون بود، با یه فشار 2 3 ساله دیگه مثل جریان آتاتورک که گفت 6 ماه به ملت فرصت میدم، اگه تو 6 ماه خطتون رو یاد گرفتین، همین خط الان قرچم قورباغه‌ای که می‌نویسی که یاد گرفتین، اگه نگرفتین شما ترک نیستین، از ترکیه اخراجتون می‌کنن، مجبور شدن خط یارو خط عثمانا رو عوض کرد که خط عربی داشت که دیگه قرآن نخونه، که امروز در ترکیه ماه رمضان باشه مردم ترن برای ماه رمضان خوردن کنن، راحت تو خیابون بخورن و بنوشن و خوششون رو بکنن به اردوغان و به جریان ارتجا. خب که رضا شاه میاد مملکت رو از خرطوخری که تو اروپا آغاز میشه و این داشته اونو میزده اونو میزده، بعد یه مرتبه آتش جنگ بلند میشه و چه اروپا در وضعیت بدی بود، خیلی بد، بازم با همه این شرایط از این که رضا شاه داره هیتلر حمایت میکنه و چرت و پرت مملکت ما رو اشغال کردن که ایران رو تجزیه کنن، خدا رو صد هزار مرتبه شکر آتش جنگ انقدر زیاد بود گفتن خب فعلا این بخشو ول کنیم. بازم بر حسب تصادف یه پیامبر دیگه میاد به اسم محمد رضا شاه پهلوی خدایگان، کشور رو از دهن اینا میکشه بیرون. ولی حالا مگه اینا ولکن بودن؟ 10 سال بعد مصدق السلطنه رو علم میکنن، 10 سال بعد خمینی رو علم میکنن، 10 سال بعد جنبش چپ تو ایران رو علم میکنن، آخر دیدن که نه از طریق خمینی بیناموس لعنت الله علیه، نه از طریق مصدق السلطنه خائن خبیث کودتاچی، نه از طریق چپ نتونستن این آقا رو چیز کنن ساقطش بکنن، نه با طریق کودتا ترورش کردن، با تیر تو دهنش زدن، تو دماغش زدن، دنبالش کردن تو کاخ، هر دیدن هر بلایی سرش آوردن نتونستن ساقطش نتونستن بکنن. به خوش شانسی ملت بدبخت ایران که 1400 زیر یوغ استعمار بود، آخر ملتش رو کوک کرد ریخت تو خیابونا، از سال 1150 چیز مذهبی رو گذاشتن، بستر مذهبی رو تو ملت ایران حاضر آماده کردن، به طوری که تمام هنرپیشه های ایران 99.5% فردین و ناصر ملک موتی و بهروز و رسوخی سینما رو با مسجد اشتباه گرفته بود، تو هر فیلم جانماز پر میکرد نماز میخون، که جو مذهبی رو حاضر آماده کردن یک مرتبه سال 57 بریزن تو خیابون بگن تا تو کفن نشی وطن وطن نشی، تا چشمتون کور شده تک به تکمون تک به تکمون داریم کفن میشیم. آله انگلیس هدفش تجزیه ایرانه، برای همین حامد کیسه‌کشو میاره، مختدیر میاره، معصوم قمی رو میاره، وگرنه به شرافت بشری سوگن اگر حامد کیسه‌کش سر سوزن دلش به حال کشته شده های مجاهدین، کشته شده های انقلاب، کشته شده های جوانای مملکت، به شرفم، به روح پدر مادرم، اگر این کوچکترین احساس نسبت به ایران و ملت ایران داشته باشه، به شرافت بشری سوگن معصوم قمی اگر کوچکترین احساس نسبت به ایران ایرانی داشته باشه، به شرفم همشون عاملن، به شرفم همشون نوکرن، به شرفم همشون مزدورن، همشون جاسوسن. ببینید که بهتون گفتم مومن جناب مهندس لطف محبت بفرمایید 2 و 3 رو با هم پخش کنید. علی تجزیه پخش کردم ها، چون میدونم شما ماشاءالله ملت همیشه در صحنه تبدیل شدید، بازم مجبورم پخش بکنم که بفهمید چی به چیه. سعی کنید بفهمید ملت، سعی کنید دیسن هر حالت بو رو خیارش بو کاتی خویت شام ابو منظور در بحث کردی و در میکنه ولا سر که شام ابو خباتی چوار پارچه کردستان کس کردو لبرای ایران دوری سر چهل همو پارچه کنی کردستان دا لبرای که ایران جوازه دشمنه که جوازه، اگر ترک هر با تانک و توپ و تیاره بیرشده بعد ایران هرشی کلتوری بوده با هرشی سیاسی بوده با هرشی عسکری بوده با لهمو بواره دا و پروژه جشتازی پروژه کرد با کرد با کشدن پروژه شرینی خوی ساز کردن همو ایران و هاتو همو ایران و سری هل دوا یا با عقلی دشمنانی که کرد نگشت و نشگه زور زور دشمنه که پرماته سیتر و جیرتر اله دشمنه که نگی که و به نسبت ایمه خطر و مترسی زیاد را کاتی خوشا که نرو خوابو
انتخاباتی کرد لحر جو که که بزرگ زول آواز بو کپی کرده و همیتیو کرده کتک لپیمانی الجزایر ده پشتی شورشی باشوری کردستانی برده 100,000 کسی چک کرد لبسر کرده ایتی برزانی یکچتی نشتیمانی مجالی نبو لکردستان درست به لسوریه درست بو حزبی دموکراتی کردستان کردستان ایران لپراویز ده بو وکو تبعید لدروی ولاتو و چالاکی که زور کزو لعوازی و که شاروخا حزب دموکرات کردستان هاتوا چالاکی خوی عشقرا کرد بو به صدان هزار کس کومل سارز بو مجال رخصا لباکور وزع که اندید کرده کند چونه پاکا که سارز بو یچتی نشتمانی هاتوا سر سنوره کن پارتی لشار فارس نشوینه کنی نواندی ایرانو که همو تبعید کرابون راجو سلابون همو هات نو سر سنور خبات لچوار پرتبو جاو تنیا برو خانشا یعنی هیچ قازانزه چی نبو کرد پشوی که حتی بر هنه سه که چشا و خوی ساخت کرده و در چیل لدوی شش هیچ حق و معفر نداره با کرد بلام کرد بوجه و استش ایمه پیوستنم با بوجه نوه هی یکم یعنی اگر هیچی تده نبه او بوجه نوه تده دو وزعه که گوره وزعه سالی 1977 و 1357 نیم یلی کرجماری زورتره نصره تره لجیهان ده است و زور ولاتش حسابی بوده که و نونیراتشی لیه یا توش وکو پرچه لکرد به حساب دی حسابت بوده که و دیالوش اگر منزالی اوش نبی استاب آستی سیاستی جهاری اجازه نداری که ایران پرچه پرچه بید بلام اجازه نداد حکومتی چوکو امریکا هبید یا حکومتی چوکو همو ولاتانی پیشکوتی اروپایی هبید او اسنه هیا و لو چوار چه بیده اکرده توانه هنگاری جور گرینگ بنو پیش بارد سایبری های نظام با کمک شاه اولادیا فضای ایجاد کردن و سلقه من علیه واجه جمعی تجزیره خواست جدای طلبی رو تجزیه نام عنوان می کن سایبری های نظام با کمک شاه اولادیا فضای ایجاد کردن و سلقه من علیه واجه جمعی تجزیره خواست جدای طلبی رو تجزیه نام عنوان می کن سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گران. تصور نکنید این بیشعوره، بیشعور هست، ولی تصور نکنید این نمیفهمه داره چی میگه. میگه سایبری ها یعنی اراذل اوج جمهوری اسلامی و شاولایی ها بچهای طرفدار نظام پادشاهی، اینا دارن به من تهمت میزنن که من تجزیه طلبم. نه، ما میگیم جدایی طلبیم، نه تجزیه طلب. آقا جان، بازی با لغات یعنی بازی با شعور یک ملت، همون کاری که اون بیمار روانی روح الله الموسوی الخمینی کرد. باش متاسفانه حالا یه پرانتز بزرگ باز کنم بیام رو شما ملت در داخل کشور. ما اینکه تو خارج از کشوریم هیچ توقعی از ما نداشته باشید. خیلی راحت بهتون بگم ایرانیان خارج از کشور شدن دو دسته، یک دسته خائن، یک دسته فعال سیاسی. خب یه دسته خائنه که وقتی میگم دو دسته، نه 50-50، 90% خائنن، 10% فعال سیاسی هن. این 10% این جیگر زلیخا 1000 قسمت هن. فعال سیاسی شرافتمند مثل ما شرافتمندان مبارزه میکنیم، فعال سیاسی پولی، فعال سیاسی وعدهی، فعال سیاسی ادایی، فعال سیاسی خودمطرحی، انواع و اقسام، همه فعال سیاسی هن. فعال سیاسی حرفی، فعال سیاسی چرتو، خب ولی فعال سیاسی هن. فعال سیاسی مزدور، فعال سیاسی اونجورکی و اینجورکی. خب